أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارج السلام وقت بخير خدمت هم محصلین عزیز و گرامی، خدا کنه سالم و صحتمند در کنار فامیل محترم و اعضای خانواده باشید و از شر ویروس خانوان سوز کرونا انشالله در امن و امان باشید. سلام گرمی دارم خدمت هم محصلین عزیز، خرسندم که یک بار دیگر در خدمت شما قرار گرفتیم از طریق آموزش آنلاین. محصلین عزیز و گرامی، قسمی که در جریان هستین به اساس هدایت وزارت محترم تحصیلات عالی و شورای علمی پانتون جامی پران شدیم تا درس ها را به اساس مشکل ویروسی که پیش آمده به شکل آنلاین خدمت شما ارائه بکنیم و ما هم با استفاده از فرصت میخواهیم جلسات که قرار با شما درس داشته باشیم از طریق آنلاین سلاید و صوت خدمت شما انشاءالله ارائه میکنیم. در این سمستر انشاءالله مضمونی که دنبال میکنیم با شما مضمون حقوق تجارت یک هست. عزیزا، حقوق تجارت یک داریم، حقوق تجارت دو داریم، یعنی حقوق تجارت در دو سمستر خوانده میشه، سمستر پنجم و سمستر ششم. دو کردیت به سمستر پنجم میخوانیم و دو کردیت هم به سمستر ششم میخوانیم. در کل 4 کردیت حقوق تجارت میخوانیم. حقوق تجارت قسمی که از نام از او پیدا هست، یکی از مضامین بسیار مهم و حیاتی هست، یکی از مضامین رشته حقوق خصوصی هست. حقوق تجارت مضمون بسیار جالب، مضمون بسیار ساده، در این زمان مضمون بسیار دلچسب. وقتی که نام از حقوق تجارت میشنویم، هر کس علاقمند به خواندن این مضمون میشه که چی مزایایی داره و چی ویژگیایی داره، چون نام تجارت تجارت است. کسانی که تجارت میکنن معمولا یا طور کل انسانای موفقی هستن. بنابراین هر کس علاقمند هست که این مضمون رو بخونه. خب فعلا در حقوق تجارت یک میخواهیم در این سمستر دنبال بکنیم در قالب دو کردیت. خب قبل از این که داخل بحث بشم، میخوام از خود معرفی داشته باشم. نام خالد است، فقری تخلص میکنم، استاد مضمون حقوق تجارت. البته سمسترهای قبلی هم با این مضمون درس دادیم، این مضمون در پانتون جامعه و سایر مضامین حقوقی دیگه هم تدریس کردیم. به این سمستر در خدمت شما قرارم با مضمون حقوق تجارت، چون تخصص من حقوق خصوصی هست، ماستریم در حقوق خصوصی هست و تجارت هم حقوق تجارت هم یکی از مضامین حقوق خصوصی هست. به اساس امیدوارم با اندوخته هایی که داریم در خدمت شما قرار بدیم و شما بتونیم استفاده بهینه از او ببرید. منبعی که ما دنبال میکنیم یا منابعی که ما شما دنبال میکنیم، ما از یک کتاب حقوق تجارت استفاده میکنیم. کتاب به نام حقوق تجارت از نویسنده ها از دو نفرن، یکی از آقای نصرالله استانکزی و ولی محمد ناصح. خوشبختانه کتاب افغانی هست که چندین سال میشه در پانتون های افغانستان، یعنی پانزه حقوق و شریعت و گاهنم اقتصاد، در کل پانزه حقوق و شریعتی مضمین رو دنبال میکنم. حقوق تجارت میخوانن، فکر میکنم شریعت هم گاهی وقت میخوانن، تا در کل به پانزه حقوق تدریس میشه. یکی از مضمون های بسیار اصلی و اساسی هست حقوق تجارت. خب عزیزان، اهداف آموزشی ما شما آشنایی و آگاهی کامل با مفاهیم حقوق تجارت افغانستان و یادگیری نکات مورد نیاز اصولنامه تجارت. اصولنامه تجارت یک قانونیه که نافذ هست، از چندین دهه به طرف نافذ خوشبختانه در محاکم تجارتی و در کل در محاکم افغانستان. از اصولنامه تجارت به عنوان یک منبع به خاطر رسیدگی و مشکلات تجار و رسیدگی به قضایای تجار چکار میشه استفاده میشه. عزیزا، اهداف درس ما و شما افزایش سطح آگاهی محصلین در مورد مضمون حقوق تجارت و ایجاد انگیزه در بین محصلین جهت انجام تحقیقات بیشتر در مورد نظام‌های حقوقی تجارتی در دنیا و مقایسه نظام‌های حقوق تجارت هر کشور با یکدیگر و بالاخره
هدف آخری ما شما یا مورد آخری ما شما آشنای کامل با اصولنامه تجارت افغانستان. فعالیت ها درسی و آموزش ما شما اینه که از نظام حقوق تجارتی افغانستان یا نظام حقوق تجارتی در سطح ملی و بین‌المللی آگاه میشیم. آشنای کامل از نظام حقوق تجارتی در سطح ملی و بین‌المللی آگاهی حاصل میکنیم و با حقوق تجارت افغانستان و اصولنامه تجارت افغانستان به طور کلی آشنا میشیم یا معلومات حاصل میکنیم. روش ارزیابی به شما ارزیابی حضوری در هر جلسه در سطح که حضوری در سیم تشریف می داشتین انجام می شد. از جایی که به شکل آنلاین درس پیش میره فقط به شکل لکچر و سلاید انشاءالله خدمت شما ارائه می کنیم و همچنین از پروژه هم متاسفانه محروم هستین چون به شکل آنلاین درس دنبال میشه و در قسمت امتحان های نیمه سمستر و امتحان های فاینال انشاءالله در موارد بعدی یا در جلسات بعدی انشاءالله خدمت شما توضیح خواهیم داد. فهرست مطالب ابتدا یک مرور کلی داریم در مواردی که در این سمستر انشاءالله یا مفردات درسی رو انشاءالله خدمت شما ارائه میکنیم. مفردات درسی یکی از موارد بسیار مهم هست که استاد باید در شروع هر سمستر یعنی در جلسه اول خدمت محصلین عزیز ارائه بکنه. بیمانو که نقشه کار و نقشه راه و نقشه سفر خدمت محصلین ارائه بکنه و نقشه را نشان بده و بگه که نقشه ما اینه، به ای جا توقف داریم، به ای جا میرسیم، به این گونه. حالا فهرست مطالب فصل اول ما شما عزیزا شامل کلیات هست. شما میفهمین که هر موضوعی رو شروع بکنین ابتدا باید وارد کلیات بشین، یک سلسله موضوعات در کلیات تذکر بدین تا اینکه باز بدن داخل جزئیات بشین. در فصل اول تعریف حقوق تجارت انشاءالله دنبال میشه، جایگاه حقوق تجارت دنبال میشه، جایگاه حقوق تجارت در بین البته سایر علوم دنبال میشه، سیر تاریخی حقوق تجارت دنبال میشه که در چند دوره این مورد بحث قرار گرفته، از کدام دوره ها شروع، از کدام قرون شروع تا کجا ادامه پیدا کرده و همچنین منابع حقوق تجارت و منابع حقوق تجارت در بحث آخری فصل اول انشاءالله خواهیم پرداخت. فصل دوم و شما عزیزا گرامیا در مورد معاملات تجارتی هست. یک تعریف معاملات تجارتی چیه؟ اهمیت تمیز معاملات تجارتی از سایر معاملات چیه؟ انواع معاملات تجارتی و چند نمونه از معاملات تجارتی خدمت شما ارائه میشه. کلن موارد فصل دوم میباشه. در فصل سوم میپردازیم به تاجر، تعریف تاجر، اهلیت تجارتی چیه، حقوق تاجر چیه و مکلفت های تاجر چیه و همچنین رقابت های تجارتی چیزا رو ما میتونیم رقابت های تجارتی حساب کنیم. در فصل چهارم میپردازیم به قراردادهای تجاری، قراردادهای تجاری بین المللی و قراردادهای تجاری داخلی. در کل به دو بخش تقسیم میشه، قراردادهای تجاری بین المللی و قراردادهای تجاری داخلی. و در فصل پنجم میپردازیم به اسناد تجاری. اسناد تجاری یکی از موارد مهم حقوق تجارت که در ابتدا از این فصل پنجم معلومات کلی در مورد اسناد تجاری یا تجاری خدمت شما ارائه میشه، تاریخچه اسناد تجاری یا تجارتی ارائه میشه، اوصاف و مشخصات اسناد تجاری خدمت شما ارائه میشه، بالاخره به هر یک از اسناد تجاری برات و حجت و چک انشاءالله پرداخته خواهد شد. و در فصل ششم انشاءالله به ورشکستگی میپردازیم، مفاهیم کلی ورشکستگی، سیر تاریخی ورشکستگی، ماهیت حقوقی ورشکستگی، شرایط حکم ورشکستگی، بررسی ورشکستگی در نظام های مختلف و انواع ورشکستگی. به عنوان آخرین مبحث از حقوق تجارت اول فصل ششم به شما که اگر حیات باقی بود انشاءالله خدا هم توفیق داد به اونجی رسیدیم، ای آخرین مبحث از حقوق تجارت اوله. خب باز انشاءالله به سمسترهای بعدی در قسمت حقوق تجارت دو و از موضوعات دیگه انشاءالله خدمت شما ارائه خواهد شد در مورد شرکت ها و سایر موارد. عزیزا میریم سر اصل بس، جزیات بس که انشاءالله خدمت شما ارائه میشه. میاین به اصل موضوع ما در قسمت تعریف خدمت شما ارائه میشه. تعریف حقوق تجارت از دیدگاه اقتصادی، اولین تعریفی که میخوام خدمت شما ارائه بکنیم حقوق تجارت از دیدگاه اقتصادی. چیکار میکنیم؟ حقوق تجارت از دیدگاه اقتصادی تعریف میکنیم.
دیدگاه های مختلف خدمت شما ارائه میکنیم. از حقوق تجارت از دیدگاه اقتصادی تعریف میکنیم، حقوق تجارت از دیدگاه حقوقی تعریف میکنیم و سایر تعریفی که انشاءالله بعدا خدمت شما ارائه میشه. در ابتدای هر علم، در ابتدای هر موضوع شما باید تعریف از او یاد گیریم. تعریف حقوق تجارت از دیدگاه اقتصادی به عملیات گفته میشه که منحصر به جریان انداختن و توزیع ثروت میباشه. تکرار میکنم، تعریف حقوق تجارت از دیدگاه اقتصادی به عملیات گفته میشه که منحصر به جریان انداختن و توزیع ثروت میباشه. دو چیز، به جریان انداختن ثروت و توزیع ثروت. هرگاه خواسته باشیم ثروت به جریان بیاندازیم و هرگاه خواسته باشیم ثروت توزیع کنیم، از دیدگاه اقتصادی حقوق تجارت میپردازیم. اما امروزه صنعت هم جز تعریف حقوق تجارت چکار میکنه؟ سرقه میکنه. دومین بحث ما شما تعریف حقوق تجارت دیدگاه حقوقیه. دومین تعریف ما شما حقوق تجارت از دیدگاه حقوقی چیکار میکنیم؟ تعریف میکنیم مجموع قواعد و اصولی که روابط حقوقی و معاملات بین تجار و امور تجارتی را تنظیم میکنه. تکرار میکنم، مجموع قواعد و اصولی که روابط حقوقی و معاملات بین تجار و امور تجارتی را منظم و تنظیم میکنه. این تعریف حقوق تجارت دیدگاه حقوقی بود. اینجا سوال مطرح میشه محصلین عزیز، آیا حقوق تجارت حقوق مربوط به تاجر است یا حقوق مربوط به معاملات تجارتی؟ این دو موضوع باید از همدیگر تفکیک بکنیم. آیا حقوق تجارت مربوط به تاجر است یا حقوق تجارت مربوط به معاملات تجارتی است؟ با در نظر داشت تعریف فوق دو سیستم را مطالعه می نماییم. اول، تعریف حقوق تجارت به اساس سیستم آفاقی یا موضوعی، و دوم، تعریف حقوق تجارت به اساس سیستم انفسی یا شخصی. تعریف حقوق تجارت به اساس سیستم آفاقی یا موضوعی، در این سیستم اول معاملات تجارتی توصیف می کنیم، بعدا توسط معاملات تجارتی وصف تاجر به شرکت های تجارتی چیکار میشه؟ مشخص میشه. پس نتیجه میگیریم که حقوق تجارت، تعریف حقوق تجارت به اساس سیستم آفاقی یا موضوعی، یعنی که اول معاملات تجارتی توصیف میکنین و بعدا توسط معاملات تجارتی چیکار میکنین؟ وصف تاجر و شرکت های تجارتی چیکار میکنین؟ مشخص میکنین. سیستم آفاقی مبنای سیستم حقوقی فرانسه را نیز تشکیل میدهد. دوم، تعریف حقوق تجارت به اساس سیستم انفسی یا شخصی. ای دومین تعریف ما و شما نزد قسمت دارید. سیستم برعکس سیستم قبلی، اول تاجر توصیف میکنیم، تعریف میکنیم و بعدا معاملات تجارتی چکار میکنیم؟ مشخص میکنیم. کاملا متضاد و یا برعکس سیستم انفسی، سیستم آفاقی یا سیستم موضوعی بود. تکرار میکنم، تعریف حقوق و تجارت به اساس سیستم انفسی یا شخصی، در این سیستم برعکس سیستم قبلی، اولا تاجر توصیف میکنیم، بعدا معاملات تجارتی چکار میکنیم؟ مشخص میکنیم. در این سیستم انفسی یا شخصی، معیار شخص تاجر میباشه و در واقع معاملات تجارتی تابع اشخاص میباشه. و این سیستم حقوق آلمان چکار میکنه؟ تشکیل میده که حقوق تجارت یعنی حقوق تاجر، که منظور معامل سیستم چیه؟ سیستم انفسی یا سیستم شخصی هست. به نظر یک سوال مطرح میکنم محصلین گرامی، به نظر شما حقوق تجارت افغانستان تابع کدام سیستم است؟ سیستم آفاقی یا سیستم انفسی؟ تکرار میکنم، به نظر شما حقوق تجارت افغانستان تابع کدام سیستم است؟ سیستم آفاقی یا سیستم انفسی؟ گفتیم، تکرار میکنم، که سیستم آفاقی اول معاملات تجارتی رو بس میکرد، بعدش تاجر. اما سیستم انفسی یا شخصی، اول تاجر بعد معاملات تجارتی. به نظر شما با نظر داشتی این موضوعی که خدمت شما عرض کردم کدام یک میباشه؟ خب چون درس آنلاینه، شما حضور ندارین که جواب بدین، بنان خودم جواب میدم. حقوق تجارت افغانستان متأثر از هر دو سیستم است، اما بیشتر متأثر از سیستم آفاقی هست، یعنی سیستمی که در حقوق تجارت فرانسه دنبال میشه. یعنی اول معاملات تجارتی رو بس میکنه، بعدن اول معاملات تجارتی رو بس میکنه، بعدن تاجر
با بحث از او میپردازه. خب، موضوع بعدی یا عنوان بعدی که خدمت شما ارائه میکنیم، حقوق تفاوت حقوق مدنی با حقوق تجارت. چی تفاوت های حقوق مدنی با حقوق تجارت داره؟ اول، حقوق مدنی شامل تمام روابط حقوقی افراد میشه. حقوق مدنی شامل تمام روابط حقوقی افراد میشه، در حالی که حقوق تجارت قواعد خاصه که برای تجارت و عملیات تجارتی باشه مربوط میشه. یک تفاوت بسیار کلی دارن. حقوق مدنی شامل تمام روابط حقوقی افراد میشه، در حالی که حقوق تجارت قواعد خاصی است که برای تجارت و عملیات تجارتی چکار میشه مربوط میشه. فرق دومی یا تفاوت دومی، حقوق مدنی مکمل حقوق تجارت است. یعنی در صورتی که موضوعی در حقوق تجارت پیش بینی نشده باشه، به حقوق مدنی مراجعه می نماییم. این نشان میده که حقوق مدنی قدامت بیشتر نسبت به حقوق تجارت داره. اما این به این معنا نیست که کلا حقوق تجارت تابع حقوق مدنی باشه. صرف در زمانهای قدیم که حقوق تجارت خیلی انکشاف نکرده بود، در بعضی موارد از حقوق مدنی چیکار میشد؟ الهام میگرفت. یعنی حقوق تجارت از حقوق مدنی الهام میگرفت. اما امروزه خوشبختانه حقوق تجارت خیلی پیشرفت کرده که تابع اصول و مقررات خاص خود و وابسته به کدام بخش دیگر یا حقوق مدنی نمی باشه. جایگاه حقوق تجارت در بین سایر علوم، جایگاه حقوق تجارت در بین سایر علوم اگه خواسته باشیم جایگاه مشخص کنیم، اساسا حقوق تجارت یکی از شعبات حقوق خصوصیه و تا دیر زمان جز حقوق مدنی شناخته می شد. در سابق که بوده ای جز حقوق مدنی شناخته می شده. خوشبختانه در یه اواخر حقوق تجارت از جمله زیر شاخه‌های حقوق خصوصیه. انشالله در مقاطع بالاتر از لیسانس، اگر شما انشالله وقت ماستری بخوانین، رشته های متعدد در حقوق مورد مطالعه قرار میدیم. یکی از رشته هایی که میخوانیم حقوق خصوصی هست، یکی حقوق عمومی هست، یکی روابط بین الملل هست، یکی علوم سیاسی هست و غیره رشته هایی. که حقوق خصوصی خوشبختانه یکی از رشته های بسیار پربار، یکی از رشته های بسیار رشته هایی که واقعا کاربرد داره و زیاد استقبال شده مورد مطالعه قرار میگیره. که حقوق تجارت در بین سایر علوم اگه خواست باشیم جایگاه مشخص کنیم، میگیم از جمله رشته های چیه؟ از جمله رشته های حقوق خصوصی. البته گفتیم در سابق جز حقوق مدنی بوده، از جایی که در این اواخر یک به عنوان یک رشته مستقل قلم داد میشه، حقوق تجارت از جمله رشته های حقوق خصوصی. بس بعدی انشاءالله دنبال میکنیم عوامل جدایی حقوق تجارت از سایر رشته ها. چند عامل که باعث شده یا عوامل باعث شده که حقوق تجارت از سایر رشته ها چیکار بکنه؟ از سایر رشته ها متمایز بکنه، یعنی جدا بکنه، یعنی فرق بده، یعنی تفکیک قائل بشه. اولین مورد یا اولین عاملی که حقوق تجارت از سایر رشته ها جدا میکنه، متمایز میسازه، اصل سرعت در معاملات تجارتی. اصل سرعت در معاملات تجارتی هست. دوستا دو بحث اینجور متوجه باشین، یکی بحث مدنی، یکی هم بحث تجارتی. زندگی مدنی یا قانون مدنی، در کل زندگی مدنی خصوصیت ثبات و استقرار دارا می باشه. هدف قانون حفظ ثبات و استقرار همیشه. هیچ وقت از یاد شما نره متوجه باشیم که گپ بسیار مهمیه. البته قانون مدنی، هدف قانون یا در کل هدف قانون مدنی حفظ ثبات استقراره و با همی تحقق، با همی هدف نیز حقوق مدنی چیکاره؟ همیشه در جامعه کوشش کرده که ثبات استقرار تحقق بشه. اما زندگی تجارتی یا موضوع تجارتی چنین ملحوظاتی را شامل نمی باشه و چنین موردی، یعنی ثبات و استقرار در موضوع تجارتی صدق نمی کنه. به خاطر چی؟ به خاطر که هدف تجارت کسب مفاده و کسب مفاد طوریه که ثبات استقرار قبول نمیکنه. اگر کسب و مفاد همیشه به یک حالت ثابت باشه، روزانه ده افغانی، هر روز ده افغانی، هر روز ده افغانی، هیچ انکشافی نداشته باشه، این ده افغانی 20 افغانی نشه، یعنی حالت ثبات و استقرار داشته باشه، این تجارت نشد، این ثروت نشد. بنان
هدف تجارت کسب مفاد از طریق متداول ثروت ها و اصول پی در پی و مکرر معاملات تجارتی. یعنی معاملات تجارتی باید به شکل متداول و به شکل مکرر و به شکل پی در پی چیکار بشه؟ انجام بشه و سرعت هم در نظر گرفته شه. اگر ما اصل سرعت در نظر نگیریم، معاملات تجارتی چیکار میشه؟ به کندی مواجه میشه. بنان اصل سرعت عمل و چابکی مهمترین رکن تجارت چیکار میشه؟ شمرده میشه. شما تصور بکنین اگر معاملاتی که تجار یا معاملاتی که خود این صراف ها بازار صرافی رفته باشن صراف انجام میده، اگر قرار باشه معاملاتی که اینا انجام میدن روزانه متکی به قلم و کاغذ و نوشته باشن، وقت زیادی رو در بر میگیره، باعث میشه که از سرعت معاملات تجارتی کاسته بشه. بنان نوشتن در حقوق تجارت در معاملات تجارتی اصل نیست. چرا نوشتن اصل نیست؟ البته نه در کل، به طور کل اصل نباشد، در مواردی که از باعث میشه که از سرعت کاسته بشه و نوشتن اصل نیست، زیرا همین نوشته باعث میشه که وقت زیادی بگیره و باعث کندی در اجرات چی میشه؟ در اجرات تجارتی میشه. قابل تذکر است که عقود تجارتی و اجرای آنها نیز نیاز به سرعت داره و هر اندازه که سرمایه ها سریعتر دوران کنه، به همان اندازه فعالیت شرکت ها و خدمات تجارتی چکار میشه؟ فعالتر میشه. روی همین لحاظ است که در حقوق تجارت برای تحقق تعهدات آزادی عمل بیشتر وجود داره و به صورت عموم انعقاد قراردادهای تجارتی از لحاظ تشریفات و ارائه دلیل متکی به نوشته کتبی نبوده. و و تایید این موضوع ماده 608 اصولنامه تجارت افغانستان در این مورد خیلی واضح و سریع بیان میکنه. چی میگه؟ برای عقود تجارتی رضا و موافقت طرفین کافی است، تنظیم قرارداد و یا ایفای مراسم دیگر لزوم نداره. برای عقود تجارتی، تکرار میکنه ماده قانون، ماده 608 اصولنامه تجارت افغانستان چی میگه؟ برای عقود تجارتی رضا و موافقت طرفین کافی است، تنظیم قرارداد و یا ایفای مراسم دیگر لزوم نداره. پس دوستا در عقود تجارتی رضا و موافقت طرفین کافی است، تنظیم قرارداد و یا ایفای مراسم دیگر مثل قلم و کاغذ و موارد نوشته و امضا و شست و تاپه اینا نیاز نداره، چون اصولنامه تجارت بیمارده چی داره؟ صراحت داره. خب این در گفتن عوامل یا علله که حقوق تجارت از سایر رشته ها متمایز میکنه، جدا میکنه، چند تا بود؟ 4-5 مورد بود که اولین مورد خدمت شما گفتن اصل سرعت عمل در معاملات تجارتی. دومین مورد که انشالله چون وقت کمه، انشالله مورد بعدی در جلسات آینده انشالله خدمت شما میکنم، اعتبار و اعتماد در سایر حقوق تجارت دومین مورده. فقط نام میگیرم، درس ختم میکنم. مورد سوم که عواملی که باعث میشه حقوق تجارت از سایر رشته ها متمایز کنه، مورد اول گفتیم اصل سرعت عمله، مورد دوم اعتبار و اعتماده، مورد سوم موجودیت اسناد خاص در ساحه حقوق تجارت، مورد چهارم مداخله دولت در امور تجارتیه. چهار مورد انشالله. موارد دوم، سوم و چهارم انشاءالله اگر زنده و بودیم و حیات باقی بود در جلسات بعدی خدمت شما ارائه میکنم. تشکر از حوصله‌مندی شما. موفق و مؤید و پیروز باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.